درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. همیشه میگیم دوباره میسازمت وطن، حالا اما باید بگیم ما مردم رو باید ساخت و از جهالت ابراهیمی خلاص کرد. وطن اون وقت خودش ساخته خواهد شد، وگرنه ایران رو هم بسازیم مردم نادان دوباره تخریبش میکنن. امروز نهایت تلاش دشمن این هستش که فرقه فرقه بکنه، شقه شقه بکنه جامعه را. امروز تلاش میکنه قطبهای کاذبی را در کشور ایجاد بکنه، انرژی ها را صرف هم بکنه. به جای اینکه انرژی صرف دشمن بشه، انرژی ها را صرف هم بکنیم. شما دارید میبینید گاهی وقتا غفلت میکنیم، حتی بچه های حزب اللهی به جون هم میفتند، همدیگه رو تخریب میکنند. شیطان دنبال تنازع هستش. شیطان بزرگ آمریکا در ایجاد تفرقه، در ایجاد مسائل افتراق تلاش داره میکنه. انگلیس تو این زمینه دارای سابقه طولانی است، تلاش داره میکنه. بقیه شیاطین جن و انس تلاش میکنن در مبارزه با فسادهای اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی. کی پیش قدمه؟ کی شهید میده؟ کی مجروح میده؟ پیشرفت علمی میخواهیم، بازدارندگی میخواهیم، خونسا کردن همه توطئه ها میخواهیم. ایمان به خدا، افزایش و علم بیشتر، علم نوآور، تقویت روحیه اخوت، همبستگی، انسجام، صبر، تحمل در مقابل مشکلات، از خودگذشتگی در اونجایی که اقتضای اسلام و مصلحت نظام و کشور میکنه. من و من نوعی از بین بریم اما مصلحت جامعه اقتضا بکنه انجام بشه. آبرو باید بدیم اما مصلحت جامعه، مصلحت نظام و کشور اگر لازمه ایفا بکنه. از خودگذشتگی یک جایی از آبرو باید گذشت، یک جایی باید از جسممون گذشت، یک جایی باید از مالمون گذشت. اگر آب دستتون زمین بذارید و این فایل صوتی رو بشنوید که میساقی میپرسه پسرتون که با پارتی پدر داوری میکنه متولد چنده و رئیس کمیته داوران، بشنوید که چی میگه. پوریا متولد چنده؟ بابا نی؟ کس دیگه توی استودیو؟ 1371. پس یه مدرکی که وجود داره برای اینکه ایشون 1369 چیه؟ هیچ، اون مدرک فیک. مدرک 69 فیکه؟ بله. آخه اون موقع جوانان فرستاد، جوانان زوباهن اون موقع چیز بود. الان اون موقع بازیکن نوجوانان زوباهن بود. الان 1371 که طبق شناسنامه‌اش. مگه شناسنامه شما قبول ندید؟ نه، میگم آخه بعد 20 سال انگار یه شناسنامه دیگه گرفته. نه نه، ایشون از روز اولی که اومد تو فوتبال شناسنامه شد 71. یعنی برای داوری نیومد. شناسنامه شد، قبلش هم بود 69 بود. دقیقاً 11 سال. خب 2 سال سقره داره دیگه. پس برای داوری نداره. برای داوری نکرد. اگه... از برای نو... اصلا این سن واقعیش 71ه. ولی چیه؟ شما که میگی 69 مال نمال داوریش. شما میگی 69، میگم آقا متولد چنده شما؟ 1371 طبق شناسنامه. خب باشه الان میگی 69. میگم تو میگی سقره کرده، میگم 2 سال شناسنامه‌اش کوچیک کرده. خب چی پوینت ایز؟ چرا کوچیک کرده؟ مشکل چیه؟ مشکل نداره، بریم کوچیک کنیم آقا. مال حساب پمپ. نه نه، یه لحظه وایسا. اگر خلاف کوچیک کرده شما که جلوشو بگیرید. آره کوچیک کردن مگه خلاف؟ نه، درست کوچیک کرده. یعنی شناسنامه‌اش 71 طبق شناسنامه است دیگه. نه میدونم، میگم از اول 69 اشتباه بوده، 71 درست بود. آ یعنی اون روزی که شما به دنیا اومد رفتید شناسنامه بگیرید اشتباه 69 زدن به جای 71؟ آقای میثاقی دنبال چی میگید؟ نه نه آقا، من میگم شما، آقا شما 2 سال سقره سن داره. 50 نفر تو داوری کشور همین کارو کردن. چرا؟ مگه داور سنش کمتر باشه آپشنی محسوب میشه؟ نه این آپشن نیست. از اول موقعی که ایشون شناسنامه‌اش گرفت 69 بود، درسته؟ شما قول بهتر. بله 69 بود. ولی اون موقعی که تو تیم ملی تو نوجوانان زوبا هم بود
همون روز قبل 10 سال 11 سالش بود رفت تو دادگاه، طبق اسناد رسمی دادگاه 71 شد. من میدونم اون آخه چه دادگاهیه که 71 کرد 69 کرد 71، همون دادگاهی که ساله است کار همون انجام میده قانونی. پس همون دادگاه صالحه که این فرد اشاره میکنه تا حالا حتی یک اختلاسگر و دزد و جانی و پاسدار و آخوند و مسئول حکومتی رو محکوم نکرده. همون دادگاهی که یک قاتل مهسا امینی ها رو تحت تعقیب قرار نداده. باید ازش پرسید آقا کدوم دادگاه؟ این ابزار تکمیلی مالکشی جنایت رژیم و بازوی سرکوبه. باعث میشه که یک کسی تشخیص داده بشه که در موقعیت حساس کنونی باید بشه مدیر فلان بخش صدا و سیما. اینا میشه اولویت اول و فراموش میکنن که مردم ما مشکلات بزرگتری دارن. از مشکلات فرهنگ عمومی شما بگیرید، رعایت نکردن حق همسایگی، چراغ قرمز، رانندگی و هزار یک پارامتر و لقمه حرام. یه خود واضح اینا رو بگیم. من اعتقادم اینه که ما متاسفانه درگیر مسائلی شدیم در کشورمون تو این سالها، تقریبا بخش قابل توجهی از مردم ما لقمه حرام دارن میبرن خونه‌هاشون. شما بشینید رو میز جدول ضرب بشینید حساب بکنید، خانواده ای که اینقدر حقوق میگیره، اینقدر درآمد داره، اینقدر این داره، باید اینو بده اونو بده، بچه‌ش هم باید در ضمن باید اجاره بده، در ضمن باید بچه‌ش هم مدرسه بره، در ضمن خورد و خوراکش رو حساب بکنید، بعد میگید این ما با تفاوت از کجا میاد. حالا اینو تعمیم به کثرت ندیم دیگه، یعنی امیدوارم واقعا این اتفاق اینجوری که شما تحلیل میکنین ان شاء الله. منم که از خدامه که اتفاق نیفتاده باشه، ولی در داور وقتی که ما شغلمون ایجاب میکنه آقای موسوی جان کلام، این که این بار باید کاوه آهنگر ما مردم باشیم. مهمه که بدونیم هدفمون مثل کاوه نابودی ضحاک و به تخت نشاندن فریدونه. ما مردم باید به طور کامل و در عمل نشان بدیم که بی صبرانه مشتاق بازگشت شاه هستیم. ما اگر یک قدم برداریم، این خانواده بارها نشان دادن که 100 قدم برامون بر می دارن. جالبه که بعضی ها انتظار دارن شاه بیاد و خودشو به در و دیوار بزنه و به تخت بشینه که واقعا عجیبه. همانطور که رضا شاه دوم گفت، دفاع از پادشاهی وظیفه شاه نیست، بلکه وظیفه هواداران پادشاهیه. با این همه ناسپاسی یک سری افراد در حق این خاندان، همین که هنوز داره واسه ایران و ایرانی می جنگه، واقعا باید ازش سپاسگزار بود، چون اصلا در شأن و مقام شاه نیست که خودش برای پادشاهی به حرف بیاد. این وظیفه ما مردمه که تاج رو بر سر پادشاه بذاریم. ما مردم عادی هر کدوممون میتونیم یک کاوه باشیم. کاوه بودن شخص نیست، یک اندیشه است. نباید اشتباهات پدرانمون رو تکرار کنیم و باید تمام قد کنار شاهمون باشیم تا بتونیم ایرانمون رو از دست این انیرانیا نجات بدیم. سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید. دوستان گرامی، این کانال برای بهتر دیده شدن به حمایت شما که همان لایک و کامنت نیاز داره. لطفاً محبتتون رو از ما دریغ نکنید. فروغ اهورایی همواره پاسدار و نگهبان ایران زمین و ایرانیان باد. روز و روزگارتون خوش. جاوید شاه تا ابد.